آمریکا دیشب و امروز صحنه بحرانی بی سابقه در مبارزات انتخاباتی دانالد ترامپ نامزد جمهوری خواه برای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا بود که از علنی شدن یک ویدیوی حاوی گفتگوهای او با خبرنگاران یک شو تلویزیونی ویژه چهره های سرشناس درباره رفتار با زنان ناشی می شود. این بحران در شرایطی رخ می‌دهد که دومین مناظره تلویزیونی آقای ترامپ با رقیب دموکراتش هیلاری کلینتون برای فردا شب پیش شده است. جزئیات بیشتر در گزارش کاوه یعیدی من هیچگاه نگفتم انسان کاملی هستم. این بخشی از پوزش جمعه شب دانالد ترامپ جمهوری خواه برای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکاست که سهرگاه امروز در نواری ضبط شده با صدای خودش و در واکنش به جملات مستحجنی که در سال 2005 در مورد زنان مطرح ساخته بود و دیروز در رسانه های آمریکا منعکس شد در اختیار وسایل ارتباط جمعی گذاشته است. آقای ترامپ در این نوار قول داده است فردا که مسادف با دومین مناظره تلویزیونیش با هیلری کلینتون دموکرات در تجمعی از خانواده ها در سنت لوئیس میزوری برگزار می شود، چهره مردی بهتر را از خود نشان دهد. آقای ترامپ گفت اظهارات پنج سال پیش او جز اینکه زمینه ای برای انحراف از مسائل مهم جاری فراهم کند ارزش دیگری ندارد. آقای ترامپ در این حال در همین نوار عذرخواهی ضمن حمله و انتقادی شدید از رقیب دموکراتش خانم کلینتون و همسر او بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا را به سوء رفتاری واقعی با زنان متهم کرد و گفت این خانم کلینتون بود که در دفاع از شوهرش علیه زنانی که قربانی شده بودند عمل کرده است. بسیاری از مقامات حزب جمهوری خواه دیشب بلافاصله به الفاظ و رفتار رکیک آقای ترامپ واکنش های تقبیه هامیز نشان دادند. پال رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان گفت امیدوار است آقای ترامپ به مردم آمریکا و جامعه آمریکایی نشان دهد برای زنان اهمیتی بیشتر از آنچه که در نوار مصاحبه تلویزیونی پنج سال پیشش ابراز کرده است قائل است. خانم کلینتون نیز در جمله کوتاه در توییتر رفتار و اظهارات آقای ترامپ در آن مصاحبه تلویزیونی را وحشتناک خواند و گفت ما نباید اجازه دهیم این مرد رئیس جمهوری آمریکا شود. کاوه ادیب صدای آمریکا